بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام و درود بر شما بینندگان عزیز. به اخبار شبانگاهی خوش آمدید. همچنان که در شبهای گذشته شاهد بودید، از این پس هر شب رأس ساعت 20 به وقت شهر مقدس کربلا از جوار حرم باصفای حضرت امام حسین علیه السلام به بررسی مهمترین رویدادهای خبری جهان می‌پردازیم و آخرین اخبار و تحولات روز را به سمع و نظر شما بینندگان محترم می‌رسانیم. امشب من محمد محمدی از استدیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در خدمت شما بینندگان گرامی هستم. سرخط خبرها. انتقاد گسترده به دلیل اعمال فشار علیه شعائر حسینی در کویت. هشدار طالبان به شیعیان در غزنی، احتمال حمله داعش در مراسم عاشورا وجود دارد. درخواست سازمان‌های حقوق بشری برای آزادی یک زندانی شیعه بحرینی. و گزارشی تازه می‌گوید که گرمای غیر قابل کنترل زمین را مرگبارتر کرده است. فعالان و وبلاگ نویسان فضای مجازی اقدامات اخیر دستگاه‌ها و مقام‌های کویتی در اعمال فشار علیه فعالیت‌های مختلف دینی و مذهبی به ویژه شعائر حسینی که در برخی حسینی‌های کشور کویت برگزار می‌شود را به شدت مورد انتقاد قرار دادند. گفتنی است اخیراً یک فعال شیعی به دلیل فعالیت‌های گسترده در نشر شعائر حسینی توسط دادستانی عمومی کشور کویت فراخوانده شد و به بهانه انتقاد از مقام پادشاهی کویت شیخ مشعل الاحد بازداشت شد، در حالی که این امر چیزی جز اتهامات واهی نبوده است. به نوشته رسانه‌های محلی کویت، این شهروند با انتشار پستی در فضای مجازی اقدام وزارت خارجه علیه برخی حسینی‌ها برای محدود کردن شعار حسینی در ماه محرم الحرام را مورد انتقاد قرار داده بود، اما وی را متهم به توهین به پادشاه کردند. لازم به ذکر است بر اساس دستورات جدید صادر شده در کویت، برافراشتن هر گونه پرچم، پلاکارد، پارچه نوشته یا بیرق دینی ممنوع بوده و فقط برافراشتن پرچم کشور کویت مجاز می باشد. همچنین هر حسینیه فقط اجازه دارد که یک پرچم دینی در کنار پرچم کویت نصب نماید. بر اساس دستورات جدید، برپا کردن هر گونه موکب، ایستگاه صلواتی یا خیمه خارج از فضای حسینیه ها کاملا ممنوع شده و برگزاری مراسم مشایه یا دسته های عزاداری خارج از حسینیه اقدامی غیر قانونی به شمار می رود. برای صحبت بیشتر در این خصوص، آقای پیمان عارف، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از لندن همراه ما هستند. سلام، خوش اومدید به برنامه. آقای عارف، آیا برخورد با فعالان و منتقدان فضای مجازی موجب دستیابی حکومت‌ها به اهدافشان خواهد شد یا اینکه نتیجه‌ای معکوس در بر خواهد داشت؟ بله، عرض ادب و احترام خدمت شما و بینندگان محترمتون. ببینید، کویت به هر حال کشوری است که 40% جمعیتش رو شیعیان تشکیل میدند، به ویژه شیعیان شیخی، با وجود اینکه خاستگاه در واقع شیخیون احسا هست در نجد، ولی همواره به لحاظ تاریخی بیشترین حضورشون در کویت بوده. مرحومای احقاقی هم که رهبر شیعیان شیخی بودن در کویت مستقر بودن، شیعیان در کویت جمعیت بسیار قابل توجهی رو دارن. اما اون چه که باعث شد که کویت در موج بهار عربی مسون بمونه از
اتفاقاتی که مثلا در سوریه یا بحرین به طور مشخص افتاد یا در خود عربستان سعودی که میدونید با اعدام‌های قابل توجه و سرکوب شدید عربستان سعودی، دولت پادشاهی عربستان سعودی موفق شد که استان‌های الشرقیه یعنی استان‌های شیعه نشین رو در واقع سرکوب بکنه. آنچه که در بهار عربی باعث شد کویت از این گردنه به سلامت عبور بکنه یا اتفاق چندانی رو در کویت شاهد نباشیم، همزیستی بود که در زمان پادشاه پیشین کویت بین اهل سنت و شیعیان شاهد بودیم و فشار کمتری که شیعیان نسبت به سایر کشورهای تحت حکومت‌های سنی در واقع متحمل می‌شدن. پارلمان داشت، البته فعلا معلق هست، 30% پارلمان کویت رو نمایندگان شیعه تشکیل می‌دادن و در کل قابل مقایسه با کشورهای مثل بحرین یا پادشاهی سعودی نبود. اما اونجایی که داره اتفاق می‌افته، قاعده کلی من خدمت شما عرض بکنم، بین روند اقتدارگرایی در این کشورها و فشار بر شیعیان یک نسبت مستقیمی وجود داره. یعنی هرگاه این کشورها به سمت اقتدارگرایی فزاینده میرن، فشار بر روی شیعیان هم بیشتر میشه. اما فعالان فضای مجازی اگر در بهار عربی، تجربه بهار عربی باعث شد که در واقع مطالبات اقلیت‌ها یا در بعضن مثل بحرین اکثریت‌های شیعه‌ای که بی بهره از قدرت سیاسی هستن سرکوب بشه و کنار گذاشته بشه، من معتقدم که در این مورد هم موفقیت آمیز خواهد بود. ولی واقع همین است که تا زمانی که یک نظم دموکراتیک در این کشورها برقرار نشه و در نظم اقتدارگرای موجود همواره شیعیان سرکوب بشند، طبیعتا مطالبات عرض کردم اقلیت ها یا اکثریت بی قدرت کماکان به قدرت و قوت خود باقی خواهد. ممنون از شما آقای پیمان عارف، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از لندن. برنامه را با چند خبر کوتاه پی می گیریم. مقام های سازمان راهنمایی و رانندگی شهر مقدس کربلا از آماده سازی طرح جامع کنترل ترافیک در ایام محرم به ویژه در روز عاشورای حسینی خبر دادند. در همین راستا سرهنگ ریاض الحمدانی مدیر روابط و رسانه اداره کل ترافیک شهر مقدس کربلا در بیانیه اظهار داشت این اداره طرح ویژه‌ای را برای ماه محرم الحرام و روز عاشورای حسینی آماده کرده است که شامل ایمنسازی تمامی ورودی‌های اصلی به سمت مرکز شهر و همچنین محوطه‌های در نظر گرفته شده برای پارک وسایل نقلیه برای زائران می‌باشد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز گذشته نگرانی عمیق خود را درباره بحران میانمار از جمله سوء استفاده گسترده توسط ارتش و گروه‌های مسلح مخالف، سربازگیری اجباری اعضای جامعه روهینگیا و استفاده از آنها به عنوان سپر انسانی ابراز داشت. این شورا در قطعنامه‌ای که بدون رأی‌گیری به تصویب رسید، تمام موارد نقض حقوق بشر در میانمار به ویژه پس از کودتای نظامی فوریه 2021 را به شدت محکوم کرد. در این بیانیه از میانمار خواسته شده است که فوراً به خشونت‌ها و نقض قوانین بین‌المللی پایان دهد تا از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی همه افراد در میانمار از جمله مسلمانان روهینگیا و سایر اقلیت‌ها اطمینان حاصل شود. منابع محلی در استان غزنی افغانستان از هشدار مقام‌های امنیتی طالبان از احتمال حمله داعش به مراسم عاشورا در این استان خبر دادند. منابع گفتند که طالبان این اظهارات را در جلسه‌ای با حضور اعضای شورای عالمان شیعه غزنی بیان کردند. به گفته منابع، طالبان طی دو روز گذشته نیروهای بیشتری در مناطق شیعه نشین این استان به کار گرفته و ایستگاه‌های بازرسی در داخل شهر را افزایش دادند.
طالبان همچنین با ایجاد محدودیت برای عزاداران محرم در غزنی، آنان را از نصب و حمل پرچم‌های عزاداری و ساخت سقاخانه‌ها منع کردند. در همین حال، منابع محلی در استان هرات در غرب افغانستان می‌گویند که طالبان بار دیگر شب هنگام پرچم‌های عزاداری محرم را از بخش‌هایی از این استان پایین آورده و پاره کرده است و 5 عزادار حسینی را نیز بازداشت کردند. به گفته منابع، طالبان پرچم‌های عزاداری امام حسین علیه السلام را از نواحی 9، 12 و 13 شهرک جبرئیل و شماری دیگر از مناطق شیعه و هزارنشین هرات از جمله محله حاجی عباس و شهرک جبرئیل پایین آورده و پاره کرده است. تیم نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌گوید که بین 200 تا 400 جنگجوی القاعده در استان‌های جنوبی افغانستان حضور دارند. این موضوع در قالب 29مین گزارش این سازمان در مورد حضور جنگجویان خارجی در افغانستان تحت سلطه طالبان به شورای امنیت فرستاده شده است. در این گزارش آمده است که جنگجویان گروه القاعده در استانهای غزنی، هلمند، قندهار، نیمروز، پکتیا و زابل فعالیت دارند. بر اساس گزارش سازمان ملل، این جنگجویان شهروندان افغانستان، پاکستان، بنگلادش، هند و میانمار هستند. گزارش افزوده است که با وجود انکار طالبان، محمود رهبر القاعده در شبه قاره هند و عاطف یحیی غوری معاون او در افغانستان به سر می‌برند. ناظران در این گزارش با اشاره به حضور گسترده جنگجویان مربوط به سایر گروه‌های تروریستی هشدار داده که پس از تسلط دوباره طالبان، افغانستان به یک مکان امن برای این گروه‌ها تبدیل شده است. گفتنی است که کمیته نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد همواره گروه‌های شورشی از جمله القاعده، طالبان و داعش را در جنوب آسیا به ویژه افغانستان رصد می‌کنند. سازمان‌های حقوقی بحرین با صدور بیانیه مشترک و رسمی خواستار آزادی فوری یک زندانی شیعه که بیش از 3 است در زندان به سر می‌برد و دست به اعتصاب قضایی زده شدند. 26 سازمان حقوق بشری با ارسال نامه‌ای به پادشاه بحرین حمد بن عیسی آل خلیفه، ولیعهد و سلمان بن حمد آل خلیفه نخست وزیر خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط این مدافع حقوق بشر دکتر عبدالجدید از سنکیس که بیش از 3 است در اعتصاب به سر می‌برد شدند. این سازمان ها در این نامه نوشتند: ما با احترام از شما می‌خواهیم که مداخله کنید و دکتر از سنکیس را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنید. این سازمان ها در این نامه همچنین ابراز تأسف کردند که عفو سلطنتی صادر شده در 8 آوریل و 15 ژوئن شامل از سکنیس و همچنین تعدادی از رهبران و فعالان برجسته سیاسی نشده است. در پایان گفتنیست دکتر عبدالجلیل از سکنیس استاد دانشگاه و از مبارزان بحرینیست که به معلولیت جسمانی مبتلا است. وی سال 2011 و در ابتدای انقلاب بحرین بازداشت و به حبس ابد محکوم شد. وی از آن زمان تا به حال در زندان‌های حکومت بحرین بوده و به خاطر شکنجه‌های زندان دچار مشکلات جسمی متعددی شده است. گرمایش زمین طی 13 ماه اخیر یک رکورد نگران کننده در سطح جهانی به جا گذاشته است. این سرعت افزایش گرمای زمین پیامدهای خطرناکی را در بر خواهد داشت. پژوهشگران مرکز تحقیقاتی نتایج پژوهش‌های خود را منتشر کردند. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید.
سایت خبری سالون ویژه تغییرات آب و هوایی در گزارشی به قلم سردبیر خود ماتیو روزا به ابعاد نگران کننده ی گرمایش زمین طی یک سال و نیم اخیر اشاره کرده و در تیتر خود آورده که گرمای غیر قابل کنترل زمین را مرگبارتر کرده است. در این گزارش آمده است که گرمای مرگبار 13 ماه گذشته در سطح جهانی رکورد بی سابقه ای را در تاریخ بشری به جای گذاشته است. بر پایه یک گزارش مرکز مطالعات آب و هوایی اروپایی موسوم به کوپرنیکوس که مبنای تهیه گزارش سایت سالون است، از ژوئن 2023 تا ژوئن 2024 و تا هفته اول ماه ژوئیه به صورت پیوسته میانگین دمای 5 قاره رو به افزایش بوده است و با این محاسبه می توان مشخص کرد که دمای جهان به صورت متوسط 1.5 درجه سلسیوس معادل 2.7 درجه فارنهایت بالاتر رفته است. گزارش همچنین پیش بینی کرده که این افزایش مرگبار دما موجب خشکسالی و پدیده‌های آب و هوایی مصیبت بار همچون سیل‌ها و طوفان‌های شن و رانش زمین هم خواهد شد. گزارش سالون تایید می‌کند که به مرز اخطار نگران کننده مندرج در توافق آب و هوایی پاریس در سال 2015 نزدیک می‌شویم. نیکولاس جولیان، پژوهشگر ارشد در مرکز مطالعات آب و هوایی اروپایی کوپرنیکوس، تایید کرده است که افزایش گرمای زمین به شکل نگران کننده‌ای با ریتم جدیدی سرعت گرفته است. ثبت رکورد افزایش گرما در عربستان سعودی، هند و صحرای آریزونای آمریکا و مرگ هزاران نفر در پی این افزایش نشان می‌دهد. این نگرانی‌ها با داده‌های میدانی تطبیق دارد و باید در سطح رهبران کشورهای جهان برای آن تصمیمی فوری اتخاذ شود. دکتر تویلامون، پژوهشگر آب و هوا در ناسا، هم تایید کرده است که یکی از تبعات این افزایش گرمای زمین ظهور و بروز پدیده‌های پیش‌بینی نشده است. این پژوهشگر افزوده که احتمالاً تغییر آب و هوا از سرمای شدید به گرمای شدید در فاصله زمانی بسیار کم و در خارج از فصول متعارف از پیامدهای این گرمایش زمین با ضرباهنگ جدید است. این پژوهشگر پیش بینی کرده که طوفان‌های شدید، اعم از طوفان‌های صحرایی که ریزگردها را به محیط زیست انسان‌ها می‌آورند، سیل‌های مرگبار و بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و دریاها، خشکسالی در کنار باران‌های مرگبار و مضر برای محصولات کشاورزی، همه و همه از تبعات این افزایش گرمای زمین است که از این پس بیشتر از گذشته با آن روبرو خواهیم بود. با گذشت 5 شب از دهه اول محرم و آمدن زائران از کشورهای مختلف به شهر مقدس کربلا، حالا هوای عجیبی از تنوع عزاداری و سوگواری برای سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام در این شهر مقدس در جریان است. به همین منظور به گزارشی که همکارانم تهیه کردند توجه فرمایید. در کربلا بار دیگر صدای نوحه و اشکهای عاشقان امام حسین علیه السلام فضای شهر را پر کرده است. میلیون ها زائر از سراسر جهان با پای پیاده به این شهر مقدس آمدند تا در مراسم عاشورا شرکت کنند. این مراسم عظیم نه تنها یک آیین مذهبی بلکه نمادی از عشق و وفاداری به اهل بیت است. Bye.
به دریایی از سیاه‌پوشان بدل شده که با سینه زنی، زنجیر زنی و قرائت نوحه و غم اندوه خود را به نمایش می‌گذارند. زائران از هر قوم و ملتی دست در دست هم با نظری دادن و خدمت به دیگران ارادت خود را به سید الشهدا علیه السلام نشان می‌دهند. شبها نور شمع‌ها و مشعل‌ها حرم امام حسین علیه السلام و حضرت عباس علیه السلام را روشن می‌کند و صدای دعا و مناجات تا عمق دل‌های حاضران نفوذ می‌کند. این گرد همایی عظیم بار دیگر یادآور ارزش‌های والای انسانی همچون عدالت، ایثار، حقیقت طلبی است که امام حسین علیه السلام و یارانش در راه آنها فدا شدند. زائران در طول مسیر به سوی کربلا از موکب‌های پذیرایی استفاده می‌کنند که با عشق و ارادت انواع خدمات را به آنها ارائه می‌دهند. اینها نمادی از همبستگی و همکاری بین مردم از اقصی نقاط جهان است. کربلا این روزها نه فقط یک مکان، بلکه قلب تپنده جهان اسلام است که عشق و ایمان را به تمام نقاط جهان می‌فرستد. هر قدمی که زائران در این مسیر بردارند یادآور فداکاری امام حسین علیه السلام و یارانش در روز عاشوراست و پیام صلح و عدالت را به جهانیان می‌رساند. مروری دوباره به سرخط خبرها. انتقاد گسترده به دلیل اعمال فشار علیه شعار حسینی در کویت. هشدار طالبان به شیعیان در غزنی، احتمال حمله داعش در مراسم عاشورا وجود دارد. شورای امنیت حدود 200 تا 400 عضو القاعده در جنوب افغانستان حضور دارند. درخواست سازمان‌های حقوق بشری برای آزادی یک زندانی شیعه بحرینی. گزارش تازه می‌گوید که گرمای غیر قابل کنترل زمین را مرگبارتر کرده است. و حال و هوای عزاداران حسینی در شب‌های دهه اول محرم در شهر مقدس کربلا. بینندگان گرامی، به پایان اخبار شبانگاهی رسیدیم. از اینکه با من محمد محمدی در این بخش خبری همراه بودید سپاسگزارم. همانطور که در ابتدای برنامه اعلام کردم، از این پس هر شب رأس ساعت 20 به وقت شهر مقدس کربلا به مدت 30 دقیقه آخرین رویدادهای خبری جهان را به سمع و نظر شما بینندگان گرامی می‌رسانیم. به یکایک که شما بینندگان محترم شب بخیر می‌گویم. خدای دو جهان نگهدارتان باد.